عزیزان قدر یکدیگر دیگر بدانید اجل سنگ است آدم مثل شیشه سلام دارم خدمت تمامی هموطنای خوب و نازنینم افغانهای عزیز و افغانستانی های محترم خواهرها و برادران خوب و نازنینم امیدوار هستم هر کجای دنیا هستید بخندید و خنده تان ادامه داشته باشه عزیزان دل و در پناه خداوند یگانه زندگی کنید سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیز در سراسر سر دنیا هم زبانای ما امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوش و خوشحال در پناه خالقی یکتا زندگی خوب و خوش را داشته باشید خب نازنینا تشکری میکنم از شما بابت تمام کامنت های زیبای شما و امروز تشکری میکنم از کلگیتان به خاطری که نظریات و بسیار نظریات خوب و آموزندهی برای صاحبای داستانی که دیروز نشر شده بود دادین من بسیار خوشحال هستم تشکری میکنم از برادر ما اول عبدالقادر خان عبدالقادر جان برادر عزیز و مهربان و دلسوز خودم امیدوار هستم در هر سرزمینی که هستی از دعایم فراموش نمیشی با آل و اولاد و فامیل و خانواده خوب و خوش و خندان باشی همیشه شاد باشی و همچنین دل زنده و از سر حال و عزیز خواهر خوب و تندرست باشی همیشه در دعایم هستی و از خواهرای دیگه ما همچنان از خواهر زهره ما خواهر سریا جان و خواهر ما فرزانه جان و خواهر ما جان خانم شریفی از ایران و خانم های دیگر که عزیزان دل خواهر ما معصومه جان معصومه به نظرم علی نیا گفتم و همچنین برادرای دیگه ما تشکری می کنم از یکایک یک شما و از قلب پاک و مهربان شما که قدر صمیمانه کامنت ها را ویدیو ها را دیدن و کامنت های زیبا ماندن خب عزیزان دل کامنت برادر ما عبدالقادر خان خاندم عبدالقادر جان خواب برادر عزیزم گفته که از روزی که در میدیا آمدی خواهر دلساز و مهربانم سلام کرده و ما علیک گفتم و درود گفتم از همینجا برش گفته از روزی که در میدیا آمده در کامنت نوشته کرده خوابی زن ستیزا و ای ظالما را پرانده و اینا هرچند که دو نام میتن ولی ماندن که چطور عکس العمل در باره تو نشان بتن من میفهمم برادر من خود من خود من میفهمم که من خواب اینا را پراندیم که هیچ بیخی اینا را اوشپرک کردیم روز هم اینا پرک هستن و خواهر عزیز دیگه ما که خواهر هستن فکر کنم خانم هستن گفتن که سعید هیچ چیز نیست خواهری عزیز من هر کس هر چرندی میگه بان سعید از خانواده ابو است راست میگی من ما،, ما ابو لحب نمیشناسم کی است ولی همون میفهمم که مادرم یک وقتهایی که ما را جنگ میکرد میگفت اون ابو لحب <applause> میفهمیدم که بعد هستم ولی دیگه نمیفهم که ابو لحب کی هست و خیلی ها آره عزیزان من هم اشناسم درباره شان تحقیقی که نکنم یعنی کتابش نخوانم یا جایی ندیده باشم یادم نیست که کی هستن خب و همچنان خواهرای دیگه ما خب خواهر ما عزیزان بسیار بر ما جالب بود امروز خواستم بر شما صدای خواهر ما را از کشور زیبای اسرائیل از شهر جرسلیم یا همون میشه اورشلیم یا جرسلیم که بر ما پیام داده سلام خواهر سارا سلام خواهری عزیزم خواهری افغانم البته در فارسی نوشته نکرده چون فارسی را نمی فهمید ما ترانسلیت کردم در زبانی همو هبری یا ایبرو نوشته کردم خواهر عزیز و نازنینم سلام من تولد شده نوریستانی افغانستان هستم سالها پیش مهاجرت کردن پدر و مادرم از افغانستان که من دو ساله بودیم حال ما بسیار کلان شدیم ما در جرسلیم زندگی میکنیم و زندگی بسیار خوب و خوش را داریم گاه گاهی میبینم ما گاه گاهی خبرهای افغانستان خبر میشم مادر و پدر ما در خانه بسیار خوش داره با ما فارسی گپ بزنه ولی ما نوشتن و خواندن فارسی را هیچ نمیفهمم ولی گپ های فارسی را میفهمم کسی که فارسی گپ میزنه میفهمم و لحجه دری افغانستان را بسیار دوست دارم و همچنین لحجه مردم ایرانه بسیار خوش دارم مردمای فارسی فارس زبانه و حتی تاجیکستانه ما در جرسلیم زندگی میکنم و ویدیوهای تو را دیده میرم. ای خوشم میایی اگر روزی برسه در اسرائیل مسافرت کنی یا برای شکر و, و تفریح بیای حتما میمان میکنم یک هفته خود ما قدر با تو بگردم که تمامی کشور اسرائیل بر تو نشان بدم خواهر زیبا و قند و نازنین من خواهر شیرین ما که تو در اسرائیل ویدیوهای ما رو میبینی در جار سلیم در کشور زیبا و کشور بسیار خوش اسرائیل البته عزیزان دل کشور, اسلا... کشور اسرائیل نمیفهم جزی از خواهر میانه هست که در این زبان انگلیسی مدلیست میگن یا مردمای اسپانیا مردمای مردم های, ها مردم های افریقا مدلیست میگن میدلیست یعنی مابین هست که آسیا گفته نمیشه یا به نظرم گفته میشه تا نگه که نیه آسیا هست چرا تو گفتیم خب سال ها هسته که جنگ هسته بینی مردم یهود و مردم مسلمان که اونا را در گپ گب نمیزنم یال بسیار منفیگرا هست در چینل ما کالیگان تا گپ میزنه تشکری میکنم خواهر عزیز و نازنین ما که نامشم سارا هستن که گفته سارا هستم البته ساره یا ساره گفته هستم که هم نام ما شاید باشم من سارا هستم و اینا گفتم من ساره هستم یا مو سهارا ها تشکری میکنم خواهر نازنین دیگه ما از کشور ایران امروز داستان شبرتان دارم خواهر زیبا و افغان خوهر افغان ما و خواهر زیبای ما خب نازنین ها پیام دیگری دارم از کابل زیبا از خواهر نازنین و بسیار جوان ما که در شهر زیبای کابل زندگی میکنه سلام فرستاده گفته سلام خواهر جان بسیار دوستت دارم ولی بسیار با ما دور هستی اگر اگر اینترنت داشته باشم اگر پولی داشته باشم که در موبایلم بندازم اینترنت اول کاری که میکنم یوتیوب تو رو گوش میکنم یعنی برنامه تو رو میبینم بسیار خوشم میایی یعنی بسیار افتخار میکنم که همچن خواهری دارم افتخار میکنم که یک زن افغان بالاخره پیدا شد و از ما زنای افغانستان دفاع میکنه ولی صد حیف هزار حیف که تو در افغانستان نیستی ببینی چقدر این روزها در سر زنها ظلم میشه چقدر زنها این روزها فراموش شده و چقدر مردم دنیا زنهای افغانستان رو فراموش کردن خواهر جان دوستت دارم سلام مرا از راه دور بپذیر روی چشمای من جای داری اگر روزی در افغانستان آمدیم سلام دارم منم خدمت تو خواهر قهرمانم که استادگی کردی و در کشور خود با او جانورهایی که تازه آمده کشور ما را گرفته و میخواین نسل زن از افغانستان گم کنن با اونا دست و پنجه نرم میکنین البته عزیزان دل میگه هیچ وقتی تنابی ظلم او قموقاوم نیست که او تو بانه بالاخره کنده میشه پاره میشه صبر داشته باشین و دیده برین ببینین که چی میشه خداوند او بالا هست که همیشه ما را میبینه و همیشه ظلم میبینه خداوند همیشه عشق زن و عشق یتیم را هیچ وقت فراموش نمیکنه چون این دوتا بسیار مظلوم هست خب عزیزان یک پیام دیگر از این گرفتم از یک خواهر ما که نمیفهمم ای خواهر ما کدام مشکل عصبی داره مشکل روانی داره یا که دیوانه هست در خیلی جایا کامنت کرده بود و من برش اهمیت نداده بودم در فال تیوی چینل که استخاره میکنیم دو یک کامنت کرده بود بازم من برش اهمیت ندادم در این بر من پیام داده خواهر سلام اولی که من یک نصیحت بر تو میکنم خداوند هیچ وقت دعای آدمایی که جاب نمیکنه قبول نمیکنه دو من اول برو جاب کو یخند بسته کو بعد بیا بر مردم دعا کو یا دعا نکو نمیفهمم که هدف تو و خاطر کارای تو پول در آوردن است چی بگویم آدم نادان هجاب نمیکنی نمیفهمم که چی بلا هستی و میایی با اون به هجابی هم دعا هم میکنی خدایا خدایا ما را نجات بتی از شهر هم آدم که از شهر آدم که تو هست کرده ولی اشتباهی خلق اینا کرده اینا رو باید از او حیواناتی هست میکرده که داخل جنگل های آمازون میبود یا جنگل های شمال ایران یا می جنگل های امریکا جنگل های کالیفرنیا خدایا اینا چی بوده که تو خلق کرده بعض وقتا ما دعا میکنم میگم خدایا انسان ها را در پناه خودت قرار بدی بعضی وقتا برای حیوانات هم دعا میکنم باور کن یگان حیوانه ببینم که پایش لنگ است میگم خدا شفا بده ای حیوانه ولی نمیفهم درباره باری حیوان دو پا ما چی بگویم آخی آدم احمق آدم بیعقل زنک شلیتا آخی دعا را خداوند دایی نگفته که تو ایجاب داشته باشه دعا کو اجاب نداشته باشه دعا نکو دو اگه یک بخش دنیا مسلمان باشه یعنی دنیا پنج بخش باشه چهار بخش دیگهش غیر مسلمان است بدین و بادین و هر دین یعنی تو برای کل دنیا میگه دعا نکنین چون خداوند دعای شما رو مستجاب نمیکنه اینقدر قدر قلب تو مردار هست من نخواستم تو را جواب تو را در اینستاگرام بتم من دعا میکنم که خداوند تو را شفا بده ای قدر که قلب ما و هم ما که اجاب نمیکنیم پاک است قلب تو نجیس پاک نیست مثل زن بسیار زنهای مسلمان هست که بسیار اخلاق خوش دارن بسیار زنهای با هجاب هست که بسیار با تربیه هستند، بسیار زنهای با هجاب هست که همو قسم که میگن یعنی ما مسلمان هستیم یا ایمان داریم قلبشان هم پاک است ولی تو نجیز تو پلید به گفته ملاهای چتل نمیفهم تو دیوانه چی بگوییم تره تو, تو بر ما توهین نکردی تو بر میلیون ها ها زن توهین کردی که دعای تو را خداوند قبول نمیکنه من اتفاقا همی الان که پیش از که ما ویدیو رو شروع کنم برای تو دعا کردم گفتم خدای اگه ای قابل هدایت هست هدایتش کو اگه قابل هدایت نیستم زبانی را لال کو ببینم خداوند با تو چی میکنه خب میگه چون به خدا صدا دا نداره اگه زد دوا نداره ما بدوایت نکردیم فقط خداوند گفتیم تو را انسان بسازم خوب عزیزان دل بسیار خندید و <تصفح> باور کنین من در هر چیزی آسان خنده نمی این روز من ای بسیار خندان گفت که اینی از طرف خدایی بر من گب زد گفت خدا دم گفته که دوای تو قبول نمیشه چون تو ایجاب نمیکنی یخن تو واز است یخن مرا ببین خداوندم خوشش میایه از یخن بندگان خداوندم خوشش میایه چون میوام قلب ما مثل نمی یخن ما و تو پاک و ستره و با هست اگر ما دعای میکنم برای هر کسی باور کنین شاید کسایی باشد امی فالوورای ما که از همکلاسی های کالج ما هست چند تا کالج دارم ویدیو های رو میبینه اگان جایا کامنت میکنه. در کالج که میرفتیم میامد اول در گوش ما میگفت که سارا جان به خدای قدر امروز گرفته هستم برم دعا کن میگفتم خنده میکردم میگفتم برو مگه چقدر پیس هم از خانمایی از کشور ایران هستم. خانم فارسی زبان ما که خودشم زردشت هست میگفتم چه خبر من پس میخندید. میخانه میگفت تو بر من دعا کو به خدا میگفت فراموش نمیکنم به خاطر دعای تو بسیار عقیده دارم. بعدم چند تا خواهرای دیگه ما با خدا در هندوستان بودیم هندو بودن. هندو بودن برای چی؟ هیچ مسلمان نبودن یگان بار یگان چیز میشد میگفت خواهر سارا بر ما دعا کو این مشکل دارم دوستای زیاد با همدیگه دیگه صمیمی بودیم نمیفهمم ملا نیستم حجابم نمیکنم ولی مردم دوست دارم را اره. ای که تو از پیش خداوند آمدی از طرف خداوندی یک تا گپ میزنی و میگی که دعای تو را خدا قبول نمیکنه خداوند من به هجابی که ضررم به کسی نرسیده هنوز ما هیچ بنده را انگوشت علاقت نکردیم خداوند قبول میکنه خواهره که بی عقل من ولی تو ممکن است صدها نفر با زبان تو کشته باشی سعی کو ببین تو راست هستی یا من راست استم هیچ وقتی کسی را نصیحت نکو وقتی فهمی وقتی درک نداری امروزه ما توهین ما نیست امروزه مردم از اسلام روی گردان شده از مسلمان ها برای چی بخاطر خاطر توری آدم ها خاطر توری انسان ها میگه یا بکشیم یا در زور در دین ما بیاریم خدا را شکر نه مرا کشته میتانی؟ نکودم اون میدم از ادم میتانی ولی هر جای دیدی که من کامنت تو رو ندیده بودم آمدی در اینستاگرام ان پیام دادی من کامنت تو رو میبینم در هر جایی ولی من اهمیت نمیتم ما بسیار از او از این چرتا و از این چرندیات بسیار میشنوم تو خیال میکنی روزای اول که محمد مله ها نامده بود مله ها مثل تو وره قدر مثل باران بر من کامنت میداد یا بر من پیام میدادن که چرا تو میگی چرا تو میگی سعید بیبی بی مولا ما در قصه شان نیستم ما حقیقت میگم و حقیقت گوی هستم چیزی را که برای مردم فایده برسانه برای خواهرای ما ما آمده میره از اشتفا کنم و گپ بزن خب نازن اینا یک پیامی ای خواهر دیگه مارم برتان میخانم اینی نمیخوانم میره ای از یاد هستم که بر ما پیام دادن گفته خواهر سارا در اروپا زندگی میکنم با شوهرم حدود مدود 13 سال میشه ولی قدر زندگی ما خراب است که باور به خدا کو هیچ نمیفهم که چی کنم طلاق هم گرفته نمیتانم چون اولادایم کلان هستم نه من, شوهرم من دوست دارم نه شوهرم مرا دوست دارم مثل سک دوتای ما از هم دیگه بدون می میایه خب خواهر او زندگی که شما دوتا در دیگه اندازه اکثر کاغذ یا نوک یک چوب گوگرد دم دیگه احترام ندارین چرا طلاق نمیگیرین این هم گب هستن خداوند بر تو معقل داده برای او کودن تو دوتایتان بالغ هستین یعنی زیر سن نیستین طلاق بگیرین خودم راحت کو راحت کو از چی میترسی؟ از این میترسی که او بزن شوه یا او از تو میترسید که تو بشوی شوی دنیا رو هم شویه گرفته هم زن گرفته خواهر من غیرت پیدا کنین یک کمی من همی قرار رو که داد میزنم فقط برای شما ها هست شماها ها رو میگم و امروز داستان امروز هم گوش کو ببین داستان امروز چی هست و من این چی میگم تقریبا شما دوتا مثل هم هستیم خب نازن مرا میبخشین که کم وقتی تایم ویدیو خلا تیر شد ولی خواستم جواب به عقلک که نمیفهم در کجا دنیا هست جواب یمی رو بتام که گفته دو دعای آدم به کس قبول نمیکنه ببین خداوند چطور دعای مرا دعای مره قبول میکنه درباره تو یا تو رو آدم میکنه خداوند یا که زبان تو رو لال میکنه خب نازنینا خواهر زیبای ما از قوم از کشور ایران داستانش رو بر فرستاده که ما داستانش رو بر شما عزیزان دل تعریف میکنم سلام خواهر سارا از شهر زیبای مزار شریف هستم از اصلیت ما از کوچه سیاگرد مزار هست که بخی یادم نمی آیم هیچ ولی مادرم برم گفتن من ده ساله بودم یا هشت ساله بودم که ما از افغانستان مسافرت کردیم رفتیم ایران ایران رفتیم ما در سن 13 سالگی مرا شوهر دادن که ما حدود 30 سال هست که با شوهرم زندگی میکنم این اینا چند سال میشه رفتن ایران عزیزان دل یعنی اگه عمر که آدم در کشور زندگی کنه بخی با آب و هوا و با مردم همو عادت میکنه در کشور ایران زندگی میکنیم بسیار شهرها را گشتیم اول که ما آمدیم مشهد بودیم از مشهد آمدیم تا 16 سالگی را در... که من 13 ساله شده بودم در تهران در ورامین قرشگی ورامین زندگی میکردیم یا قرشگ یا قرشک میبخشی نره <applause> اسپلش همه خوب گفته هم نمیتانم در ورامین بعد نامزادی یکی از افغان ها شدیم که مرا عروسی کرد در 13 سالگی همو که نامزاد شدم بعد از یک پنج شش ماهی مرا عروسی کرد شوهر ما از ما قدر زیاد کلان نبود ما که 13 بودم شوهر من 18 بود <تصفح> ما با هم دیگه ما را عروسی کردن و ما یک دختر نادانی خورد بودم شوهر ما خب ما در ورامین آرستی کردیم تا تقریبا یک چند سال را ورامین بودیم بعد شوهرم از پدر مادرش جدا شد و ما رفتیم قوم که ما چندین سال هسته قوم هستیم ما با شوهرم حدود سی سال هسته که زندگی میکنم صاحب پنج اولاد هستیم. خواهر سارا خواستم داستان ما برتان نزدیک قرار بفرستم ما و شوهرم ده هم دیگه اندازه اکثر موی ما هستی محبتی یعنی یک دوستی با هم دیگه نداریم شوهرم مرا در دنیا با ما اگر حساب کنین ماه ماه با ما قهر است یعنی ماه ماه از ما جدا خو میکنم ما اول فکر کردم گفتم شوهر ازی کدام علیل ملیله با به خدا گفتم علیل چطور یک مرد یک ماه میتونه قهر باشه بعد گفت نه گفتم اولاد داری گفت ها پنج اولاد دارم بعد گفتم نه اگه علیل باشه خو اولاد نمیکنه نه چی تو یک ماه میتونه عزیزان یک ماه یک ما دو ماه دو ماه ما یک مرد خر می باشه یعنی سعی کنین خوب عزیزان گوش کنین میگه به خدا قدر این مرا جزا میته کت کتمی قهر کردن و کتمی جدا خو کردن و کتمی به احساس بودنی وقتایی که بسیار جوان بودم خب یالی سی سال است که من بایی زندگی میکنم در سیزده سالگی اینمیشه یعنی میشه عزیزان دل چلو سی ساله میشه خواهر ما یال جوان هستی خواهر ما گوش کنم باز برای تو چی میگم وقتایی که بسیار جوان بودم یک زن و شوهر که میدیدم که بسیار با محبت با هم دیگه گپ میزنه اما تو زوف میرفتم زیر کله اونا دیدم دلم میرفت نگفتم خدای مام دارم ایشوی من چه بلا یخ زده هستم کم 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 برم عادی شد ولی نه که من فراموش کرده باشم که من احساس نداشته باشم من بسیار احساس من نسبت به این که شوهرم باید مرا دوست داشته باشه شوهرم باید از من جدا خو نکنه شوهرم نباید قر کنه اینا را من بسیار رنج میبرم از این میفهمم ولی چی کنم نمیشم خب ما بالاخره بعد از چند وقتی بچه های ما که کم کلانتر شد دو تا بچه رو ما عربستان روان کردیم چون برادر شوهرم اونجا بود دو تا بچه ها را رو روان کردیم عربستان بچه های ما عربستان بود تا پیش از کرونا کاروبار بسیار خوب بود ولی کرونا که آمد و همه چیز خراب کرد و یال هم هستن کاروبار رو خوب نیست خوب اونا رو در بارش نمیزنم در باری خود خواهر ما میگه شوهرم در دنیا کت ما گب نمیزنه سر دسترخانم که نمی تو میشنه قهر است اگه میخیزه قهر است کت اولادایش گب میزنه یگان چیز میپرسه میگه ولی کت ما نمیزنه تا زمانی که خانه مادرش بودیم ما خیال میکردم با مادر و پدرش هست و تو میکنه صبح اگه همم میرفت یا ما که اولا نمیفهمیدم خب پس مادرش مرا میگفت که شوهرت که همم میره یعنی سرجان شم میخوای ابو شویا هاولا بگیر در دست جان پاک کرد پیش در امام استاد شد برش بیتی ما برش میدادم از دستم تو کش میکرد میگرفت مره خب بعد از دو کم 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 دیگه به خدا خسته شدیم بچه هایم ها کلان است خواهر سارا چی کنم هیچ چیزی از دنیا ندیدم امی شوی که خوب نباشه آدم هیچ چیز خوب نیست شوی که با آدم بد باشه هیچ چیزی دادم این خوش خوشایند نیست لد و کوب نکرده مرا یک دو بار چرا یک دو اول که نه و مرا کرده بود در سر که یکان چیز از دست کش میکرد ما قر میکردم بعد که مرا میگفت که چرا تو میکنی چرا لبلوشت تو رو بسته ما برش میگفتم چرا ایوان وریکت رفتار میکنی مگه من انسان نیستم امو وقتا مر یک دو سه بار زد دیگه بعد از اون من میگفتم میکم تو دیگه خفته بگیر. لد نمیکنه ولی در خانه مثل زهر مار خورده نمیشه یعنی قرد نمیشه یک ما یک ما کتمه قهر است در سر چی یگان روزی که من یکان چیز میگم قرم میایم میگم چی زندگی است چرا تو میکنی خود چرا گب نمیزنی یگان چیز ازش میپرسم خب این خانه فلانی یا بچه شده یا دیگه شده چی کنیم بریم با هم میگه برو من خونه میرم برو خودت بعد میگم چرا تو میکنی خب من شوی دارم به شوی خونه هستم که تنها برم خب یک آدم میبینه چی میگه بیا تو هم رای ما بری مکت تو دیگه نمیرم باز غالما میکنم باز طرف من میبینه هیچ چیز نمیگه دیگه بعد از او دیگه است تا یک ماه اگه من طرفش نروم یکونیم ما بعد من که میروم که بان تا یک ماه را بسیار سری چیز هستم که آخی چرا قر کردی؟ قر کردی قر باش من دیگه نمیم از تو معذرت بخوایم. من چیزی نگفتم باز که بسیار خودم خسته میشم میروم ازش مزرد میخوایم. میگم مرا ببخش و نمو وقت که من اوی بخشیدگی از میگیرم شاید هم وقت با هم دیگه خواه میکنیم یا یگان کارا میکنیم تا یک چند وقت دیگر هم که هستیم حس میس نداره حسی که بشینه شوخی کنه یگان چیز در محبت از ما پرسان کنه یا یگان چیز ما در محبت برش بگویم ما زن و شوهر هستیم خوب شما میفهمید که چی میگم ولی نه این چیزها رو یاد نداره و من حیران ماندیم که چی کنم بیخی دیگه اینه در اینجا رسیده. رسیدم هرچند که زن جوان نیستم پیر هستم ویدیوهای شما رو دیدم میرون بعض وقتا میگین که آه، محبت نباشه زندگی نمیشه محبت در بین زن و شوهر نباشه ایتون نمیشه طلاق بگیرین چرا با میشینین دوست نداشتین طلاق بگیرین خواهر سارا ما شوهر ما اندازه یک چپلی کونه ما که بندش کنده باشه اندازه اونمو دوست ندارم باور به خدا کنین اونمو چپلی ما شاید ما بندش کنده است اونمو رو با سوزن بود زم پس پای کنم به خاطر خوش دارم ولی مردکه رو دوست ندارم به خاطر چی به خاطر که مردکه هیچ حسی نمی به دارم نه مثل دو تا بیگانه هستم طلاق هم گرفتن نمیتانم چون اولادایم کلان شده حیران هستم چه کنم مرا راهنمایی کنید خب خواهری از خواهر زیبای ما خواهر جوان ما چلو سه ساله هیچ پیر نیست طرف ما ببین ما از تو کده کلانتر هستم چلو سه ساله تازه جوان میشم امی امریکایی ها میگه وقتی که چل شدی نو تو میفهمی اون عروسی کنی از او پیشتر تو انوز درک نمیکنی که عروسی کنی یعنی درک نمیکنین امو عشقتان انتخاب کنین یا او شماره خواهر ما اینی دو تا شما تو شوهرت مثل دوتا تا رومیت هستین رومیت هم اگه باشن اگه مرد و زن باشن با هم دیگه دوست میشن به خاطر همو کاری که در تخت خواب میکنن ولی تو و شوهرت مثل رومیت هستین ولی با هم دیگه دشمن چرا طلاق نمیگیری کی گفته طلاق بد هستن چرا هم یک 50 سال دیگه هم که به خیر زندگی میکنی چرا میره کت یک نفری که دوست داری زندگی نمیکنی یعنی خیال میکنی تو 43 ساله باشی کسی دیگه تو را نمیگیره میگیره خواهر من میگیره تشویش نکن این قدر زیاد است مردای خوب خوب طلاق تا بگی به خدا من سفارش مده تو می هستا این از زمین روز اقدام کو ده بچای دیش نگو می که بچای مرو بگه جدا میشی برو ده پیش مولا میری دولت میری هر جای میری بگم طلاق میگیرم گفت چرا طلاق میگیری بگو شوهر من دوست ندارم شوهر من مرا دوست ندارم اول سر دسترخوان که این سر میز غذا برش بگو مرد او مردکم او جانور بگو من امروز میرم شکایت میکنم شاید جواب تو رو بده چرا یا برو گفت چرا بگو میخوایم از تو طلاق بگیرم جدا شم اولادات کلان شده خودت گفته دیگه چی میکنی عزیز دل زندگی نکن آدم یکی فقط تو زنده باشی ای خوب نیست طلاق بگیرین به خدا طلاق قدر خوب است من پای که طلاق هستم طلاق <صح> یکی برای ما گفته که تو معلم طلاق هستی یا من معلم طلاق هستم و همی پای که طلاق این چی میگن نامه طلاق رسانی طلاق تا بگیر خواهر من هیچ کسی برای تو بد نمیگه دمو ایران دمو, ایران دمو شهر زیبای قم ما زندگی کردیم بسیار خانمای روشن فکر هم ایرانی هستم افغانی ببینم این گبی که من میزنم امروز ویدیوی تو طور داستانی تو طور که من نشر میکنم ببرم این داستان و چهار تا خانم ایرانی نشان بده بگو ببین زن مرای تو گفتم از ببین تو رو چی میگه و چهار تا افغان نشان بده ببین تو رو چی میگه وقتی در داخل خانه خواهر عزیز من دو نفر زندگی میکنن با عنوان زن و شوهر یا جنس مخالف بوی فرند و گرفرند فرق نمیکنه. اینا اگه هم دیگر دوست نداشته باشه دیگه او محبت نداشته باشه دیگه چی هست اونجا دا او فقط تو گلابروی دورجان خب میشه یک نفر از سرگ یک نفر بیاره کتش هم کارش بکنه یاد خانه زن بوره هم کارش بکنه هیچ فرق نمیکنه او چی تو کالای چرگیره گیره بوشوی و چطلی های نان بری پختک و, و این هیچی نسبت به تو نداره مگه تو نوکر هستی خواهر من نوکر هستی گوش های کو ببین داستان دیگه خوهر رو که من در یوتیوب میمانم ببین ما چی گفتیم بازم تو در کشور ایران کلان شده تو در افغانستان کلان نشده تو در افغانستان اگه کلان میشدی خب میدیدی زن کاکایتا زن مامایتا خاله تا امیتا میگفتی خب اینا هم, هم تو هستم هم, رقمی رقم یزی هستم من افغانا را دیدم افغانا بعضی بسیار زن و با هم دیگه دوست هستن. ولی که شما در ایران و رجای خوب من مطمئن هستم شوی توی تو یایگان نیه تو بزینه ها نفری مفری هم نداره وقتی در خانه زن خودش از دستش دفقان است مثلا او در بیرون کی را پیدا میکنه که کتش دوست باشه خواهر عزیزم ما نازنینم نازنین ما خواهر ما طلاق تا بگیر تو هیچ چاره نداری اگر بخوای یک پنجاه سال دیگه زندگی کنی باید یک یا یک شوی دیگه بگی یا هیچ شوی نکو این اگر دوست باشه در ایران خطرناک است یا دولت میگیره چی میگه اونمو کارهای دیگه شو بکو دوست پیدا کو برای خود اونمو تو نر واره شعر واره چی میکنی که تایی بویگین ششته پشمایش از ازده نمیتونه این تو آدم ها خدا میفهمه که موی بدنی اندازه موی ما باشه چی تو باشه آدم غیرت داشته باشه دا خانه که زنش یک ما قر میکنه مرد باشه ویدیوی من رو اگر واقعا برادر من تو مرد هستی مرد اگه مرد باشه چی توی یک موجودا خواه میکنه زنش در تخت خب خواه کنه و در بیایه در سالون در روی فرش یا روی توشگ یا در روی پتو خواه کنه تو مرد هستی؟ من خب باورم نمیشم امی پیشک که پیشک هسته پیشک نرماده اگر جای خواه باشه جدا خواه نمیکنه دمی تیک تاک میک تاک من میبینم پیشک طرف پیشک دیگه میره یک جای خواه میکنن تو اندازه هم پیشک هم نیسته بخی نام افغان ها را به خدا بد کردین بعضی هی قشم من بد کردیم این قیدیگه شما <applause> من بد نمی کنم تو به خدای ها من فقط یاد میتونم پای که طلاق چی میگن؟ نام مرا معلم طلاق بانین من یادتان میتونم خواهر ها چرا یاد نمیگیرین آخه چی بد است که میگی سن ما کلان شده مایل طلاق گرفته میتونم. سن تو چقدر کلان شده یعنی تو دو سال دیگه سه سال دیگه گفته خدا بیامرز مادر کلان ما دبه میکنی از دنیا میری نی که هست خدا نکنه تو خو هستی تو خو یک پنجاه سال دیگه زندگی میکنی من مطمئن هستم چون کارخانه تو نو است تمام بدن تو وجود تو نو هستی مردکه یک دو ماه یک دفعه که توی تو یک جای شده و یک اولاد کرده تو نه بوی فرند دیدی و نه یک شوی شاد و دیدی خوهر ما تو چیز ندیدی با خدا از این جدا بگی از این جدا شو تو جوان شوی که هر که ببینه تو را خیلی میکنه سی ساله هستی سی هم نیستی چون من میفهمم که تو جوان هستی طلاق تا بگیر تو هجرا نداری جدا شو از این از این جدا شو یک پنج سال شش سال شوی نکو زیر کار بوی فرند بوی فرند بگیر تاشا تاشا دوزی دوزی کتش بگرد و چکر برو اگه بوی فرند اونجا آزاد نیست بعد دیدی که بسیار آمد خود در روی پایای تو مالید و پایای تو رو زیارت کرد و چپلی تو رو زیارت کرد و بچه های تو رو آورد پیش بعد بگو من کت تو میکنم یک شرطی دوباره کت تو نکاح میکنم که آدم شوید گفت چه قسم آدم بگو بخی خودت چنج کنی ریشت یک به کلی بزن موی نباشد بدن دینه نباشه برش یک چیزایی را برش یک قانونایی را بان که نتانه وقتی گفت نه من ایتو نمیتانم بگو خیلی پس رایت گرفته برو خواهر من عزیز من شما را چی شده خواهر دیگه ما همچین از اروپا تقریبا داستان تو میگه نمیتونم طلاق بگیرم خواهر من گوش کن چی میگم آخه چی میکنین با اینا زندگی کرده؟ اینا خو شاید بابیش هم تو بوده اگه بابی یک بچه همون تو نباشه که ما ما با مادرش قر نباشه چی تو بچه او یک خانه باشه ولی از زنش شده خواه کنه به خدا اول که داستانش گرفتم گفتم خوب شویه علیل بوده بان پرسان کنم گفتم خیلی اولاد نداری؟ گفت دارم شکر پنج اولاد دارم کلان کلان ايه گفتم ایه علیل نبوده عليل نعبد <applause> معلول چی یا معلول خونیست علیل مردای نامرد میگه اینو ببینید عزیزان اینی مرد خو یک نامرده که داستانش دارم که مادرش بر سه بار زن گرفته آخرم زن خوردش که میگره ذکت بچه همسایه عامله میشه از بچه همسایهشان که میفهمه که شوی ما چیزی نیست که بچه را همسایه را بهتر میگیره خب هم از افغانستان از یگان دیاد و قشلاغش هستن آخر کاملا میشه میفهمه میگه او شوی ما مرد نبوده به خدا به بگرزم که الان دولت از خوب عزیزان دل ببینید اونو علیل سه تا زن میگیره اینه ای معلول ای از او چی کم داره ای علیل باز هم این خواهر ما خواهر من خب یال یاله گذشته یال که من خدا بکشم تو خدا بکشی یال گذشت چیزی که گذشت پس نمی آیا. که من تو رو بگویم چرا ده سال بعد جدا نشدی چرا پانزه سال بعد جدا نشدی چرا 20 سال بعدش جدا نشدی که شش سی سال ماند اینو میالی هم تو تا تکان بخوری سی و پنج چل سال دیگه تیر میشم عیفی عمرت نکده عیفی زندگیت نکده که در پای هر کس و ناکس آدم مصرف کنه وقتی شوی آدم دوست نمی داشته باشه در دا خانه تو کالایش هم می او کتا تو گب نمی زنه تو نانش هم پخته می کنی او کتا تو گب نمی زنه خوهر من عزیز من یکم فکر بکو یعنی او برای خود مزدور آورده که تو رو اندازه مزدورم برای تو همیت نمیتا وقتی تو میری از اون مذیرت خواهی میکنی او میگه بیا مکتا تو هم بستر میشم خی پیش از او خود تو احتیاج نداشتم پیش از او که آمده و دست رو زیارت نمیکنه که مرا ببخش نازنین چند روز عمرت در خوشی تر کو ما در خوبی خودت میگم هر چند که من شما ها رو یاد میتون ولی یاد دادن مرا گوش کنین ببینین در ضرر خودتان هسته هر چند که با این نامردا زندگی کنین شما روز تا روز نابود میشین مویای سر تو سفید میشه دندان تو اوف کشیده خراب میشه بادی تو خراب میشه فیس تو خراب میشه حیفت نکردن؟ جدا شد و خدا از امی ای قدر مردای ای ایرانی هست که مجرده زنایش یا زنایشان خارج آمده یا طلاق گرفته همونجا که دیگر رو شوی کرده او از ترس نمیتانه که دوباره یک زن ایرانی را بگیره منو میمونه بر تو در او برو پیدا میشه بگی پیدا نمیتونیم از اینجا یک ایرانی رو میگم برای تو پیدا کنم ولی طلاق تا بگیر از او جدا شو جدا شو بان که در سرش بخوره دیگه خودش پخته کنه ظرف کاسیش بان که دیگه چل ماه ماه یک جدا خو کنه که بعد برو تهران در بازاری که زنار یک ساعتی براش میتن یک ساعتش یک ساعت اونجا کتیاگان زنی از خودش پیر باشه و یک ده میلیونش هم بگیره باز خوب است و اونو برش میسازه باز سیغه که میکنه درای بد نبرینم بازار سیغه آله ما برتان چی بگویم خواهر ما میگه من از اروپا زندگی ما تلخ است با این مردکه هر روز من در سرم صد سال تیر میشه بیخی از دستی دیوانه شدیم چی کنم نمیتانم طلاق بگیرم چرا؟ یعنی به گفته از این سیدا بعضی هاشان میگه که بر من اینی قپیسه بیار من پای تو را یا پای تو را بند میکنم یا دانه ایو بند میکنم همچین چیزای ما خورد بودیم این همی یگان دفعه همی زنای مامای منا قصه میکد که فلانی را دانش بند کده نمیفهم دستش را بند کده این همی سیدا نکنه تو را بند کده خواهر من طلاق تا میگه یک مثال میزنم میگه او را او را هم راحت کو خودم راحت کو تو را با خیر مرا با سلامت چرا قم میترسن که بیشوی شو این میدان بانین؟ یک زن خیرات پیدا کنین سعی کنین یک کمی یک کمی یک نشان بتین دختر افغان قدر خیرات داره که ساد سه شو میخیزه خمیر میکنه نانی گرم برای اولاداش پخته میکنه کالایش شو میشه یک خانهش شو پاک میکنه که روز زنیورم بیای خانه مره پاک و تمیز ببینه ولی با یک جانور یک عمر زندگی میکنه جرأت ایره نداره که ازش جدا شوم امیقه کاری که تو برای امی شلخته وامانده وارفته میکنی به خدا نیست و میره برای یک مرد غیر افغان بکنی دستایی تو رو ماش میکنه روز دبار مردمای همه دنیا میالی برای زن خانه میموره که زنم زن خانه باشه حتی این همه امریکایی میگه زن یک <تص> روز <age> عزیزان <تص> در یک میتینگ بودیم در یک محفیل بود هم محفیل بود هم میتینگ بود اول کم گپ زدیم بین خود ما باز رفتیم که غذا بخوریم یک مردی که تقریبا حدود یگان دید میشد می شد که پنجه را دارم این ما میفهمیم که یک بیلیونر است سلام علیکی کردیم پرسان کردیم که پرسان کرد که شما افغان هستیم نگفت ما افغان هستم شما گفت که مجرد هستین گفتم ما خندیدم گفتم شما چی گفتم ما مجرد هستم گفتم که چرا مجرد هستین؟ چرا زن نمیگیرین؟ خب پیسه خود زیاد دارین؟ گفت هیچی هی نگو گفتم چرا؟ گفت یک زن گرفتم هم و سال خودم او هم تو مثل ما دار بود که یک سال زندگی کردیم جدا شدیم گفت یک دیگر را گرفتم که او هم بسیار کار خوب داشت و در یوتیوب کار میکرد و اینی نیه یوتیوب مثل ما در کمپانی یوتیوب کار میکرد و بسیار پیسدار بود گفته ایجا از خانه خبر نداشت کالای من خودم میشوشتم نان من خودم جور میکردم گفته هم سر کار بود مام گفته یکم گب ما شد گفته آسان طلاق گرفتی حالا هم دوست هستیم با هم دیگه یکان بارا میبینیم هم دیگر اولی جدا شدیم گفت اومی را گرفتم گفت سومی دکتر بود گفتو خودش در سر من شده بود که من تو رو بسیار خوش دارم گفت باور به خدا که دیگه دلم زده شدم میخوایم که اگه زن بگیرم در خانه فقط غذا پخته کنه و کالا بوشی از خانه بیرون نروه طرفش دیدم گفتم خو خیلی میخوایم تو یک جای روان کنم بسیار عزیز زن ها پیدا میشه گفت کجا هسته گفتم افغانستان برو افغانستان گفت آه در فکر بودم ولی طالبا آمد ای قدر خندیدیم ای قدر خندیدیم گفت من گفتم همیشه با خود میگفتم میرم یا یک زن از افغانستان میارم یا از هندوستان ببینین بیلیونر اینه من عزیزان دل مردای دنیا فرق نمیکنه که افغان باشه امریکایی باشه هر جایی باشه سفید پوست امریکایی خودش مردای دنیا کلشان زن خانه را خوش دارن مثل ما و مثل یکی دیگه و مثل یکی دیگه را کس خوش نداره میگه اینا زنای هست که گپ میزنه زنای مثل شما هاوری وری که سی سال یک حیولای جانور تحمل کردین به خدا اگه شما یک یک ماده خانه بانین نمو دیتان اگر نپرشدگی برتان وقت خواست کار میاین با خاطر که مردمی دنیای حال زیادتر پشت زنای مثل شما ها میگرده خواهر ایما طلاق بگیرین طلاق بگیرین و زندگی دیگه جور کنین اگر از بشویی میترسین اگر نمیگه دیگه شویی نمی کنیم خب بازم خدا قوت برین به دلتان کار کنین به دلتان بگردین به دلتان عیشونوش دنیا را بکنین عزیزان دنیا در چقدر میارزم به خدا دنیا قدر بیارزش هست اگر خوشی نکنیم شادی نکنیم تفریح نداشته باشیم برای خود ما وقت نداشته باشیم اینه قدر زود خلاص میشه ایش نمیفهمیم اینه چند روز پیش امروز سه شنبه است سه روز پیش شنبه بود چهار روز پیش شنبه بود ببینید شنبه میشه یک شنبه دو شنبه سه شنبه ما خوب خدا نمیفهمیم از بس که مصروف هستیم نانی که چاشت پخته میکنیم ما زیادتر اینم نانی که یک روز پخته میکنیم دو روز اونم در یخچال هسته گرم کده میخوریم از مصروفیت زیاد اگر ما در خانه نان بخوریم ما نمیتونیم هم چاشت غذا پخته کنیم هم شو روز یک بار اگر پخته کنیم بسیار ما خیلی برای خود ما احسان کردیم این زمانم زمان هم تو میگذره عزیزان دل این قدر میگذره هیچ نمیفهمی ببین که میایت وقت زیرای مویای ما اینجا زیرای مویایت وقت ریشای موی سفید شد دندانای تو خراب شد ببین یک وقتی که وقت خود تو پیر شدی شکم آمد کته شد هر جای بدن تو خلته شد چی فایده عزیزان چرا؟ مگه ما در دنیا آمدیم که فقط برای غم زندگی کنیم مگه خداوند ما را در دنیا آورده که ما دختر باشیم یا زن باشیم فقط ما ظلم ببینیم و زیر دست ظالم زندگی کنیم نه عزیزان ما خود ما چیزا را برای خود ما جور میکنیم به خدا هیچ وقت خداوند راضی نیست هیچ وقت خداوند در ظلم راضی نیست خب بعضیا برایشان خوشایند نیست که من میگم من طلاق بگیرین خب من در قصه کسی هم نیستم که کسی برش خوشایند باشه یا نباشه کسی از من نظر خواست من برش میگم نه این منظور من کسای دیگه بیرون از صاحب داستان بعضیا بر من اعتراض میکنن که وی فقط رایش که طلاق نیست چرا با زندگی نمیکنه خب این او نظر شماست این نظر من هست عزیزان دل من نظر خود گفتیم نظر من هست که با شویی که دوست نداشتی شویی که تو را دوست نداشت زندگی نکو شویی چی هست یک کلمه عربی را یک دو کلمه عربی را خوانده نه خود تو میفهمی که او چی بود نه شویی تو میفهمی که او چی بود شما زن و شویی شدین بوی فرند و گیر فرند فرق نمیکنه اونم اونا بغل هم کشتگی هستن فقط دو کلمه عربی خواندن نشده وگرنه این چیز اینا از شما کلا فرق نداره یولم جدایی عزیزان نه کدام خدای نکرده آدم کشتن است که بعضیا بگویا که طلاق بد است طلاق بد است یا آدم کشی طلاق بد است یا دست یا آدم ظلم کنی طلاق بد است یا خدای نکرده یک فامیل در بدر کنی طلاق چیزی بدی نیست تو طلاق بگیری اون اولادای تو هم در هم یا, یا می که هم در اروپا هستین هم در ایران خواهر عزیز من امروز که داستان تو رو گفتم منظور من زیادتر خود تو بودی که اگر خواهرم در دا خود احترام داشته باشی خودت دوست داشته باشی طلاق میگیری از این مردکه در ایران درست است که جمهوری اسلامی حکومت میکنه ولی مردم ایران بسیار روشن فکر هستن مردای ایران زیادتر از مردای ما آگاهی دارن زیادتر از مردای ما روشن فکر و انسان تر هستن دور از چند تا خوبای افغانای ما باشه مردای ایران با مردای ما فرق میکنه به خدا ما خود در ایران زندگی کردیم اگر مثل شوهر ما و شوهر تو رو همسال اینا را با مردی کاریگری ایرانی مقایسه کنی که زمین تا آسمان فرق داره عزیزان دل یک کوتاه از داستان خلاصه زندگی خود ما را در قوم برتان بگویم در همسایگی ما یک مردکه به نام رمضان زندگی میکرد بلبلی سودا میکرد شاید کسای دقوم باشه رمضان بولبولی را بشناسه یعنی ما در یک کوشه با اینا یک سال یک جای بودیم بلبولی سنگک بورو را از سنگک برو یا سنگک برو یک چیز است مثل ماش است و پخته میکنه در ایران د قومی صبا همو مردکه میرفت سطل لار هم همتا در پشت یک موتور گازی داشت در دا پشت همو پر میکرد برده سودا میکرد بازی رو رمزان بولبولی میگفت خوبی میگفت سنگک برو صداش صدایش میبرامد دمی کوچه که میدرامد سنگک برو میگفت و میگفت مرم من پیسه بوده که برم از پیش رمزان بلبلی سنگک برو بخرم مثل یک شوله یا ماش اما تو اول مزدار بود خوب از این دل این مردکه زنش رو میزد باور کنی نمی زنش, زنش اشرف نام داشت اشرف خانم میگفتیم ما ما در افغانستان نام مردارم اشرف میمانیم اشرف میمانیم در ایران نام زنارم ما در ایران نام مردار سرور میمانیم اینا در ایران نام زنها رو میمانه سلطان ما در ایران نام مردها رو میمانیم در ایران ببینید چقدر فرق میکنه یه اشرف خانم بسیار زنی خوب بود خوب مردکه چی بود؟ مردکه اینی تو چشم چران بود مرا میدید از پیشم که تر میشد یک چیز میگفت زنش میشنید یک دیگر را میدید یک چیز میگفت زنش میشنید بعد زنشی رو با میدم پایی چپلی چپلی را میگرفتی را سرلوچ پایلوچی را زده ای را پیش میکرد دیده کچه هم باز در از پشت قلف میکرد بازی از پشت در میگفت اشرف, اشرف 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 جان عزیزم خانمی در باز کو میگو گم شا رم ازون به خدا میکشم اید اگه بگیرم به خدا و نمو رمزان بولبولی را مکت شوارم مقایسه میکردم مردکه سواد نداشت خوب درس نخوانده بود زنش میگفت می گفتی سواد نداره از یک دیات آمده بودن، یک مادر و یک بشه بودن. بعدی دختر میگفت گفت آمدن مرا گرفتن و خب تقریبا زنش یک کمک از سر ما چون من بسیار جوان آرسی کرده بودم از سر ما کلانتر بود. می گفتی اینا بسواد هستن. چند بارای اول که ما وقتا نمی فامیدم. هر دفعه که مرا میدید دید امیر رمضان در کوچه میگفت گفت خوشگل وای چه شاد خوشگل خیلی باز من را دو سه بار رفته بودم در زن شکایت کرده بودم که شوهر تا بگو اگه یک دفعه دیگه مرا تو بگویه شوهرم ببینه به خدا کاردخون میشه اینا بین خودشان موازی باش بعدی پسان فهمیدم که نیم کاشی نمی نمیگفتم این دیگه در کوچه که زنا بودی در میامد زن ای در خانه میرفت ای رو فقط میزدی میگفت نزن نزن عشف نزن نزن به خدا دردم میای نزن درد میکنم اون نموره اون نموره از آن بلبولی رو یعنی ما برتان میگم که مردای ایران با مردای افغانستان دور از چند تا خوبایش باشه بسیار مغزشان آگاهیشان روشن فکریشان تحصیلاتشان انسان بودنشان زمین تا آسمان با نامرد های افغان فرق میکنه من همیشه حقیقت هم میگم بان که هر کس خوشش میایه دلشان بعدش میایه هم اختیارشان اونمو از شوهر ما با شرفتر بود اونم رمزان بلبلی هرچند که چشم جران بود ولی اونم زنش در دنیایی میتونست بزنه و زنه ولی نمیزد میگفت دوست دارم یک روز که همتو زدنش شوهر ما دیده بود گفته بود تو رو زن تو میزنه هیچ چیز نمیگه گفته بود من بسیار زن ما دوست دارم اونامو که مرا بزنه از خانم که بکشه بازم من دوستش دارم ببینید عزیزان دل یک آدم بخواد با یک زندگی کنه چه قسم با چی رویه ای با او زندگی میکنه در حالی که مردک دعاتی بود کار باری خوب نداشت یک قالین میبافتن زن و شوی با هم دیگه قالین میبافتی صبح زود میخست هوا تاریک بود رفته اونم بلبلی را در یک جای چارمندون و سودا میشد رفته او را میخرید میورد در کشه ها سودا میکرد خودشان پخته نمیکرد اینی هم برای شما عزیزان دل در کشوری که زندگی میکنین درست است که جمهوری اسلامی امروز از طالبا همچن زیادتر نیست ولی مردمش بسیار روشن فکر است خواهرم. من با یکی گپ بزن با یکی در میان بان با یک وکیلی دیگه ببینم اونا برای تو چی میگن اگه می گپ مرا برای تو نزد نام مرا علش کن یعنی چی که دو تا دو نفر بین خود زندگی کنه به نام زن و شوهر ولی با هم دیگه دشمن باشن امیدوار هستم که خدای نکرده کدام گبی نزده باشم خواهر عزیز ما در مهاجرت هسته خب شما مهاجر هم نیستین دیگه کشور ایران شده کشور خودتان خب خودمانی شده دیگه ولی میمان یک روز دو روز سه روز یک سال دو سال نه که سی چیل سال خب میمان نمیشه و شما مکتم و صاحب خانه دیگه برابر شدین خوب عزیزی من خواهری عزیز و دوست داشتنی من امیدوار هستم که عزیزان فالوورای من تو کمک کنه و برای تو چیزی بگویه در داستان نوشته کنم امیدوار هستم از من خفه نشوی اگر کدام وقتی اون کدام گبه زدیم ولی من چیزی بدی بر تو نگفتیم. هر چیزی گفتیم بر تو حقیقت گفتیم. چون من میفهمم بسیار قلب تو شکسته است و بسیار تو رنج دیدی از دیسی این مردکه به خاطر امو از تو بخشیدگی گرفتم که یک وقت خدایی نکردن نگویی که خواهر من مرگبای سخت و یعنی گوای بد زد ما گوای بد نزدیم بر تو فقط گفتیم طلاق طبیعی بگیر عزیز دل خود راحت کن خداوند یار و نگهدارتان ها یادم نره عزیزان دل شما بیننده های خوب ما و فالوور های عزیز ما شما میتونی خواهر ما را کمک کنین چیزی که گفتن شما میتونید در کامنت نوشته کنین چون خود اینا حتما کامنتار عزیزان دل صاحب داستان ها میخوانم هر کدام تان هر کامنتی که بکنین اینا میخوانن هر کس داستان خودش باشه میخوانه درست است که ریپلای نمیکنه کسی نمیخواد که کسی بفهمه که این داستان ازی هست ولی کامنتار میخوانه و شما همیشه تشکری میکنن به خدا بعضی خواهرای ما قدر دعا میکنم خواهر دیروزی ما که ما ویدیوش انداختیم پیش از اینکه من ویدیو را جور کنم مسیشش بر آمد گفت در, در وقت ویدیو هر ویدیو را که نشر کردی کلشان بگو امی دختر جوان که در امریکا است بگو برتان قدر دعا میکنم تا زنده هستم شما را دعا میکنم و ما مادرم ما میخواییم بفرستم افغانستان نمیفهم در چی بحانه بفرستم ما برش گفتم برش بگو من زیارت ایران میبرم زیارت ایران برو باز پس بیام گفتم دی به هانه روانش کن حالا خوشحال است مادرش که ایمام هشتم روان میکنه ایران. خب نزن خداوند یار و نگهدارتان به امیدی دیدار بعدی و ویدیوی دیگر که در خدمت شما هستم شما را آره به خداوند پاک و به نیاز مسپارم خداوند یار و نگهدار شما عزیزان خدا حافظتان